سلام و درود به شما مهمانان عزیز، آقای سیامک ستوده گرامی، آقای جمشید چهارمهد عزیز، سخنگوی گروه تندر و یکی از مؤسسین سازمان تندر، و آقای سعید صادقی. خیلی خوشحال هستم در استودیوم. همونطور که میدونید مطلع هستید، این چهارمین نشست در مورد اصل آزادی بیان و اینکه این آزادی بیان رو چگونه میتوانیم در جامعه تعمیق بدیم، پیاده بسازیم. این آزادی بیان درست شده مثل فید مولوی که بسیاری از شخصیت ها و گروه ها هر کدوم دیدگاهی نسبت به اصل آزادی بیان دارن. ابتدا آقای سیامک ستوده، از شما شروع میکنم. شما که به عنوان فعال سیاسی در بسیاری از رسانه ها هم حضور دارید، تعریف شما آقای ستوده از اصل آزادی بیان چیه؟ و مشخصا من به اصل 23 و 24 گانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره میکنم، اینجا که ذکر کردن تفتیش عقاید ممنوعه. در اصل 23 و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل 24 نیز تقریبا در همین مضمون گفته که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنچه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند که تفصیل آن را قانون معین می‌کند. در این مورد هم در مورد این دو تا اصلا اگه توضیحی داشتید میشم. عرض کنم توضیح من ندارم، چون مسئله خیلی روشنه. حداقل من و آقای صالح نیا به آزادی بدون قید و شرط عقیده داریم و معتقدیم دشمنان آزادی، که البته هر کدام خود رو موافق آزادی میدونن، ولی با قیود و شروطی که میذارن در واقع نشون میدن که با آزادی بیان موافق نیستن. حالا جمهوری اسلامی اصل عرض کنم مغایرت با اسلام رو میذاره، نظام شاهنشاهی و سلطنت طلبا هم مثلا امنیت ملی رو مطرح میکنه. و اگر من بخوام چیزی بگم این است که بحث سرسر این که تعریف آزادی بیان چیه نیست، برای این که تعریف آزادی بیان روشنه. افراد عقایدشون رو میگن و هیچ وقت هیچ عقیده ای نه به امنیت ملی لطمه میزنه نه به چیز دیگری که عرض کنم بخواد منافع مردم رو زیر سوال بره. بحث برسر اینه که آزادی بیان رو چگونه میشه در جامعه به وجود آورد. یعنی بحث اصلی باید به اینجا شیفت بکنه، وگرنه همه طرفدار آزادی بیان هستن، از معمر قذافی گرفته تا آقای بوش سابق و همه، یعنی در اینکه ما طرفدار آزادی بیان هستن حقی نداریم. ولی بحث برسر اینه که با آزادی بیان رو چگونه باید به وجود آورد. آقای ستوده، به نظر شما چگونه میتونیم در ایران آینده این آزادی بیان رو به وجود بیاریم؟ چگونه این فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو در جامعه کنونی ایران میتونیم به وجود بیاریم؟ بله، عرض کنم که سوال خوبیه. اگر بخوام ببینیم چگونه میشه آزادی بیان رو به وجود بیاریم، باید ببینیم چجوری آزادی بیان از بین میره یا رفته در طول تاریخ. آزادی بیان در تاریخ از زمانی از بین رفته که مالکیت خصوصی به وجود اومده، یک طبقه دارا در برابر طبقه نادار به وجود اومده و طبقه دارا برای حفظ کنترل بر ثروت و موقعیت خودش دستگاه‌های سرکوبگر ارتش و پلیس و ساواک رو همثال اون رو ایجاد کرده و هر جایی که کسی خواسته است نظرش رو بیان کنه اون رو سرکوب کرده. بنابراین اگر آزادی بیان در اثر نیروهای سرکوبگر و طبقات استثمارگر به وجود آمده، باید با انحلال و از میان رفتن این نیروهای سرکوبگر و از میان رفتن تقسیم جامعه به دارا و ندار هم
تعمیم بشه تا وقتی که در جامعه یک بخش جامعه مسلح تحت عنوان ارتش و پلیس و بخش دیگر غیر مسلحه، هر حکومتی میتواند اون بخش مسلح رو علی رغم وعده و وعیدهایی که داده به کار ببره بر علیه بخش غیر مسلح و آزادی از من ببره. بنابراین در انقلاب آتی ایران به نظر من در جامعه آتی ایران تأمین آزادی بیان لازمش این است که به جای اینکه بخشی از جامعه مسلح باشه یا همه جامعه مسلح باشه یا اینکه نیروهای مسلحی که وجود دارد به شکل دموکراتیک اداره بشه، یعنی بدون اینکه کنترل ارتش ها و نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی دست فرماندهان و اون نظام ارتشی این که ارتش چرا ندارد و تصمیمات از بالا گرفته می شود باشد، شوراهای سربازان باشند که تصمیم بگیرن، فرمانده ها رو انتخاب بکنن و حاکم بر سرنوشت جامعه باشن. یعنی اگر ما جامعه رو میخوام دموکراتیزه کنیم در نظام آتی، ادارات و کارخانه ها همه جا دست مردم باشه، مردم تصمیم بگیرن، سه شوراها، ارتش هم باید مشمول چنین چیزی بشه. خیلی ممنونم آقای ستوده عزیز. آقای چارمهد گرامی، خوش اومدید به برنامه و بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و در این پنل ویدیویی حضور پیدا کردید. اظهارات آقای سیامک ستوده رو شنیدین. ایشون عنوان کردن که برای اینکه آزادی بیان در جامعه رشد پیدا کنه، گفتن که باید مالکیت خصوصی باید از بین بره، نیروهای سرکوبگر منحل بشه و در واقع فاصله طبقاتی از بین بره. این دیدگاه آقای سیامک ستوده بود. شما چگونه میاندیشید آقای شارمرد؟ شما که به عنوان یک فعال سیاسی سالیان سال در مسائل سیاسی فعالیت میکنید در علیه جمهوری اسلامی، فکر میکنید در ایران آینده یا در جامعه کنونی ایران چگونه و با استفاده از چه فاکتورها و روشهایی میتوانیم آزادی بیان رو نهادینه کنیم، تعمیق بدیم، بکشیم به بطن جامعه و مردم بتونن از اصل آزادی بیان بدون ترس و واهمه از عواقب اظهار نظرشون استفاده کنن و جامعه آزاد داشته باشیم که هیچ کس رو به صرف اظهار نظر دستگیر نکنن؟ میشنویم اظهارات شما رو آقای شما. جناب عزیزان، خیلی ممنون از دعوت شما. خیلی هم خوشحال هستم که در یک چنین پنلی میتونم شرکت بکنم، به خصوص اینکه با شرکت کنندگان دیگر اختلاف نظرهای شدیدی داریم و در مقایسه گفتگوها بهتر میشه فهمید نظرات هر یک دیگر رو. قبل از اون میخواستم به یک نکته اشاره بکنم، اینکه معرفی کردید من از گروه تندر بخشی از انجمن پادشاهی است. در حقیقت اسم یک جنبش هست و با خود انجمن پادشاهی ایران تفاوتی نداره. من مسئول بخش تبلیغاتی در خارج از کشور هستم و گرنه پاویش متعلق به انجمن پادشاهی است. اون چه که در مورد آزادی بیان ما منتقد هستیم بدون قید و شرط، و اون هم نه به خاطر اینکه ما آدم های خوبی هستیم و خیلی دوست داریم همه حرفاشونو بزنن، که البته اینجور هستیم، اما در درجه نخست به خاطر اینکه ما آزادی بیان رو احتیاج داریم، نیاز داریم برای خودمون، برای اینکه ما میخواییم بسیاری از مطالب جامعه ایران رو تغییر بدیم و برای تغییر احتیاج به این داریم که آزادانه بتونیم حرفمون رو بزنیم. انجمن پادشاهی یکی از گروه‌های نخستین گروه‌هایی بود که دست به انتقاد و بازگشایی مطالب بسیار تلخ برای میهن خودمون زد، که نخستین اون بررسی و وارسی عقیده عمومی مردم ایران که بعضی ها اون رو به اسم اعتقادات مردم تصور میکنن، یعنی همون اسلام اهریمنی که 1400 سال سابقه داره در ایران و هیچ ربطی هم با مذهب نداره، یک مرام کشتارگر، یک مرام سیاسی است، نه با خرافات ربط داره نه با چیز دیگه، تمام دستوراتش دستورات سیاسی است
فرمانهای فرمانده به سرباز هست برای کشتار، برای قتل، برای به وجود آوردن آقای اشار مهدی. ببخشید تقریبا لغت میکنم، اگه امکان داره در موضوع بحث صحبت کنیم که بتونیم بینیم در موضوع بحث. دقیقا در موضوع بحث، برای اینکه برای بازگشایی یک چنین مطالب تلخی ما نیاز به آزادی بیان یا به قول شما مطلق یا 100% یا تمام میخواییم. زندگی انجمن پادشاهی خودش نشان دهنده این است که چقدر نیاز هست به یک چنین مطلبی. اتفاقا ما خیلی علاقمند هستیم که آزادی بیان باشه. به خاطر همین هم در بررسی هایی که از گذشته ایران از دوران 1400 ساله به عمل آمده و شیوه زندگی قبل از هجوم اعراب، قبل از استقرار اسلام بررسی شده، به یک راهکارهایی رسیدیم که ایندیکاتور برای آینده ایران چی میتونه باشه، کی میتونیم بگیم ما آزادی بیان رو تضمین کردیم یا نکردیم. در این بررسی ها که حدود 15 سال به طول انجامید، سندی به وجود آمده به نام آیین ریشه‌ای که ربطی به زرتشت نداره، بلکه این پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی است برای آینده ایران و در اون چیزهایی که ما علاقمند هستیم در آینده اجرا بشه و قابل اجرا هست رو نوشتیم و هر عضو انجمن پادشاهی، هر طرفدار تندر، هر جنبش تندری برای استقرار چنین قوانینی کوشاست که یکی از بندهاش سوای این که آزادی بیان، کسی نباید فشار بیاره، کسی اجازه نداره به اعتقادات ویژه‌ای رو به مردم حقنه بکنه، در بند 16 اشاره میکنه که رسانه ها در اختیار کی باید قرار داشته باشه و تا چه حد باید رسانه ها گسترش داشته باشه. این سند حدود 18-20 سال پیش نوشته شده. در تبصره یکش میگه حد اکثر هر 10 روستای نزدیک به یکدیگر باید از یک فرستنده رادیویی بومی برخوردار باشه. بر اساس تکنولوژی اون زمان هنوز اینترنت به این صورت نبود که باز هم ما هنوز معتقد هستیم رادیو باید در اختیار اهالی و محل باشه، نه به خاطر اینکه از بزرگ شما روشن فکران اون منطقه رو ارضا بکنه، بلکه به عنوان تریبونی که هر عیب و نقصی در سیستم کشورداری، هر عیب و نقصی در اجرای قوانین کشوری انجام میشه، هر فرد بتونه بره اونجا بگه که آقا ساعت به من بده، من میخوام درد دلم و مردم بیان بکنم، که این درد و دل باید به گوش مسئولین محل برسه. مسئولین محل یکی از وظایف اصلیشون اینه که به این رادیو گوش بدن. شما نماینده انجمن محلی هستید، نماینده مجلس هستید، استاندار هستید، دهدار هستید، بخشدار هستید، وظیفه اصلی شما گوش دادن به این رادیو است. این شیوه ایست که ما در آینده ایران در نظر داریم، این شیوه ایست که دوست داریم همین الان هم اجرا بشه. منطقه برای اجرای اون بسیاری از نیروهای ضد ایرانی، ضد بشر هستن که با بودجه های هنگفت در صحنه حضور دارن و نمیخوان چنین چیزی برقرار بشه. همین الان نمیشه. من کوشش دارم در بخش دوم صحبتم به اونها اشاره بکنم. خیلی ممنونم آقای اشار مهدی عزیز. آقای سالینی های گرامی، خیلی خوش اومدید به استودیو و این باعث افتخار منه که حضور یافتید در برنامه. اظهارات آقای سیامک ستوده و جمشید شارمهد رو در مورد آزادی بیان و اینکه چگونه میتوانیم آزادی بیان رو پیاده کنیم شنیدید. اگر در مورد این اظهارات سخنی داشتید که میشنویم، در غیر این صورت سوالی که دارم من از شما اینه که ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد، اما بر اساس بند دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محدودیت های چون احترام به حقوق و حیثیت دیگران و سلامت اخلاق عمومی برای آن در نظر گرفته شده. حالا چرا اینو من مطرح میکنم بند دوم؟ چون بند دوم میثاق بین المللی
در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین در روزنامه های کسی رو به انتشار به کرات به این مسئله اشاره می کنن و جمهوری اسلامی با استناد به بند دوم میثاق بین المللی می گوید که حتی در میثاق های بین المللی نیز برای آزادی بیان محدودیت های اعمال کردن و تلاش می کنن محدودیت هایی که خودشون در قانون اساسیشون اعمال کردن بدین نه توجیه کنن. نظر شما، تفسیر شما را در مورد بند دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می شن. خیلی ممنون از محبتتون. من بازم سلام خدمت بیننده های عزیز و دوستمون سیامک ستوده و آقای جمشید شارمهد، خدمتون سلام میکنم. نزدیک سال نو هم هست، بهتون تبریک میگم. نکته که من میخواستم قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم روش تکیه کنم، اشاره به صحبت دوستمون سیامک ستوده که فرمودن که خب همه موافق آزادی بیان هستن، همینطور که تو سه تا برنامه قبلی دیدیم. اتفاقا تمام دعوا فقط سر این نیستش که شرایط رسیدن به آزادی بیان چیه، بلکه خود دوستان رسما گفتن آزادی بیان اما اگر داره دوست، و اتفاقا مرزبندی خیلی عمیقی وجود داره حتی در مورد اینکه آزادی بدون قید و شرط یا مطلق بیان رو میپذیرن این راه سیاسی یا نمیپذیرن. در اینجا فقط مسئله شرایطش نیست، تو خود کلمه هم دعوا دارن و ما تو سه تا جلسه پیش نشونش دادیم اینو و تو جلسات بعدی هم نشونش خواهیم داد. و نکته بعدی در مورد به اصطلاح بحثی بود که دوستمون جمشید شارمهد مطرح کردن. من میخوام بگم که خوشحالم که این عزیزانم معتقد هستن آزادی بیان بدون قید و شرط باید باشه و این خیلی خوبه که به هر صورت یه جریانی تو راست سیاسی هم این بیان رو داره و حتی معتقده که سالها می حرف رو زده. ولی من فقط اشارهی بکنم که من تو برنامه های خودم به نام کمونیسم کارگری که توی تلویزیون دیگری پخش می شد، این اسناد آینه ریشه شما رو توی چند جلسه بند به بند نقد می کردم و اون موقعی که آقای فرود فولادوند برنامه داشتن، ایشون در پاسخ به نقدهای من فحاشی های بسیار بدی به من کردن که فیلماش تو تلویزیون هست و این فحاشی ها برای من البته خنده‌دار بود. مثلا پدر من رو مورد خطاب قرار دادن، فامیل من رو نمیدونم، و بعد با مسلسل میان خدمت من میرسن و دوئل میکنن. نه، من میخوام فقط بهتون بگم که این آزادی مطلق بیان که دوستان بهش اعتقاد دارن میگن، عملش چیز دیگه بود. حالا من برمیگردم به نکته بعدی. در نتیجه سه تا من لایه در مورد مسئله آزادی بیان رو باز میکنم. اول اینکه اصلا اجرت سیاسی روی کاغذ یک گروه سیاسی یک خط سیاسی میپذیره آزادی بیان رو بدون قید و شرط. دوم اینکه عملش میکنه حتی موقعی که به قدرت سیاسی نرسیده، چون این خیلی مهمه دیگه. الان ماها به قدرت سیاسی نرسیده، همین الان بلدیم عملش بکنیم، همین الان بلدیم فرهنگش رو داشته باشیم، فرهنگ گوش کردن، بحث کردن، دیالوگ کردن و دوستانه وارد یه بحث بشیم ما و بعد بتونیم ازش بیرون بیایم بدون اینکه به اصطلاح چارچوبای پرنسیبای سیاسی خودمون رو بشکنیم. و سوم 100% نکته آخر این که شرایط آزادی بیان مطلق چی هست و به این برگردیم، چون من معتقدم که نظام سلطنت یا نظام های اسلامی هیچ کدوم نمیتونن آزادی مطلق بیان رو در عمل پیاده کنن، چون اساسشون بر اساس تمرکز قدرت سیاسی استواره. وقتی شما میپذیری که شاهی تو کشور باشه و این شاه طبعا شاهیه که بر اساس خون از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و حق مردم تو بالای قدرت سیاسی محدوده، اساسا نمیتونی آزادی مطلق بیان رو نبهش عمل بکنی. تئوری انجمنهای ولایتی رو از توی اون جعبه به اصطلاح فرهنگ سلطنتی بیرون کشیدن و به عنوان مکانیزم آزادی بیان مطرح کردن، خب تو شروع مقدمه بس خوبه، ولی تو اون بخشیدن بهش تضاداش میزنه بیرون. ولی من بحثم راجع به ماده 19 بگم. تو بحث قبلی من گفتم
کلن نظام حاکم بر دنیا، نظام سیاسی حاکم بر دنیا که انعکاسش در واقع تو به صلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، خود این نظام ایراد داره. این نظام انقدر ایراد داره که الان انقلابای جهانی مطرح شدن، یه جنبش جهانی اومده میگه آقا اصلا ما این نظام از بالا تا پایینش رو قبول نداریم. بشریت فقط تو جهان سوم نیست که داره زیر ستم قرار میگیره، تو جهان غرب هم زیر ستم و مظلومه. و اعلامیه جهانی حقوق بشر اتفاقا یه نمونه خیلی واضحه این رندانه برخورد کردن به مفهوم آزادیه. اینجا اولش میگه همه حق دارن، یه دونه اما میذاره بغلش. اصلا تمام شارلاتانیزم سیاسی تو این اما اگر گذاشتنه. حالا جمله چجوریه؟ میگه که به حقوق دیگران و سلامت نمیدونم جامعه اخلاقی. خب تو وسط اینا چهار تا آخوند و دو تا ناسیونالیست و نژاد پرست و اینا میان میگن آقا جان این شما از نژاد آریایی انتقاد کنی، شما ادعای ما رو که عربا سوسمار خورن مثلا بیا رد کنی، این به نژاد مقدس ایرانی بی احترامی کنی یا به پیغمبر اسلام بی احترامی کنی، ما میام میگیریم دیگه. در نتیجه بر اساس این ماده امایی که میذارن تو بغل قسمت قبلیش ابزار میسازن دیکتاتوری بشه. و این در واقع عطف به صحبت دوستمون سیامک ستوده است که میگه همه قبول دارن. اتفاقا همه قبول ندارن، خیلی هم قشنگ دارن تو قوانینشون اما اگر میذارن کل شهری میسازن برای جامعه. در نتیجه اینجا خیلی خوبه که ما این بحث رو کاملش کنیم و بعد بریم سر این که ببینیم حالا پیششرطای اعمال آزادی بیان چی هست و اون بحثی که رفیقمون سیامک ستوده کرد بازش کنیم و نشون بدیم آقا نظام‌های سلطنتی، نظام‌های ناسیونالیستی، نظام‌های مذهبی امکان نداره آزادی بیان رو مطلق بدن. شوخیه. خیلی ممنون. تشکر میکنم آقای صالحنیا. خب اظهارات آقای صالحنیا رو شنیدیم. آقای ستوده ایشون معتقد هستن که نظام سلطنتی رو مشخصاً چون به نظام سلطنتی اشاره کردن معتقدن نمیتواند تضمین کنند یه آزادی بیان در جامعه باشد. شما به عنوان یک فعال سیاسی معتقد هستی که نوع نظام آیا ممکن تضمین کننده یا نابود کننده آزادی های اساسی چون آزادی بیان باشه یا نه؟ این اولی سوالمه. و بعد کارشناسان و صاحب نظران در مورد آزادی بیان معتقدند که چنانچه آزادی بیان محصول گردد عملا سبب سرکوب شوق و اشتیاق افراد جامعه شده و میتواند سبب انزوای سیاسی و اجتماعی افراد بشه که بازتاب این به انزوا کشیده شدن را میتونیم در رفتار خشونت‌آمیز که منجر به اقدامات خشن و انقلابی میگردد را ببینیم. و حالا چرا این مسئله را مطرح کردن؟ چون آقای جمشید شارمت اون انجمن پادشاهی که نمایندگی میکنه، خب ما شاهد بودیم که انفجار حسینی شیراز و مسئولیتش رو شاخه‌ای از انجمن پذیرفتن. و آیا شما تصور میکنید که نبود آزادی بیان باعث میشه که برخی از جوانان به مسائل خشونت‌آمیز روی بیاورن، به مبارزات زیرزمینی روی بیاورن یا نه؟ شما دیدگاه دیگه‌ای دارید در این مورد؟ عرض کنم قبلا یه نکته رو بگم. ما یه موقع با کسانی نشستیم صحبت میکنیم که به قول آقای سالنیا علنا میگن مخالف آزادی بیان قید و شرط هستن. خب ما در واقع بحثی با اونا نداریم، اگرم بحث میکنیم برای افشای فریبکاری و دروغشونه که در ذهن خودشون رو هوادار آزادی بیان میگن ولی روش قید و بند میذارن. یه وقت ما با کسانی میشینیم صحبت کنیم که لفظاً موافق آزادی بیان هستن بدون اشتباه ولی در مورد چگونگیش ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم و خب میشه برای راهکار درست رو پیدا بکنیم. من بحثی که کردم بیشتر منظورم این بود که بحث اصلی باید برود سراغ اینکه چگونه میتوان آزادی بیان رو تضمین کرد با کسانی که عقیده دارن به آزادی بیان. وگرنه خب جریانات ارتجایی
قید و بندهایی میگذارن که این قید و بندها خودش گویای این است که هوادار آزادی بدون قید و شرط نیستن. این یه نکته. دوم اینکه اصولا همینطور که آقای سالینیا هم اشاره کردن، سلطنت و مذهب یکی هستن، در یه دوره تاریخی واحدی به وجود اومدن، برای اهداف واحدی به وجود اومدن و هر دو هم بر اساس دیکتاتوری مطلقه فردی شکل گرفتن. در سلطنت شاه حکمرانی میکنه و در مذهب عرض کنم ولایت فقیه. این که سلطنت طلب ها خود رو مخالف مذهب نشون میدهن، اینه که عوام فریبیه برای فریب مردم، چون میخوان با حمله به مذهب، اون هم اون نوع حمله‌ای که هیچ نوع آگاهی نمیده، در واقع صورت خودشون رو با سیلی ضد مذهب سرخ کنن و انقلابی نشون بدن. این فرصتیه که یک حکومت قرون وسطایی و جنایتکار به اونها داده که خودشون رو مترقی نشون بدن. وگرنه بین مذهب و سلطنت هیچ فرقی وجود نداره. اینا دو در واقع بارکشی هستن که عرابه سرکوب رو میکشن. و من اتفاقا در کتاب اخیرم بازیگران عصر تمدن، چنگیز، محمد و کوروش، در واقع اینو دارم نشون میدن که کوروش و محمد و چنگیز اینا یه شخصیت‌های تاریخی مشابهی بودن. هر دو به خدایان عقیده داشتن، برگزیده خدایان بودن، همه جنایتکار بودن، همه سرکوبگر بودن، همه دیکتاتوری مطلق بودن و هیچ تفاوتی بین اینا وجود نداشته. بنابراین سلطنت با مذهب هیچ فرق نداره، فرقش فقط تاج و عمامه است. و اما در مورد نکته آخری که شما گفتید، من ترجیح میدم به جای این که به عکس العمل نادرست و حالا تروریستی، شاید این کلمه رو انتخاب بکنم، عکس العمل نادرست جوانان پرشور و انقلابی در برابر شرایط خفقان و سرکوب به پردازم، به سرکوب و ترور دولتی و من جمله جریانات سلطنت طلب به پردازم. برای اینکه گفتم حوزه بحث با انسانهای انقلابی و آزاد با بحث با جریانات ارتجاعی و عوام فریب فرق داره و ما مسئله اساسی امروزمون در جامعه ایران و در جهان تروریسم دولتی است. هرچند که بله، وقتی در یک جامعه سرکوب وجود داشت و خفقان، ممکن است عکس العمل‌های نادرستی رخ بدهد و مردم دست به اعمال، نمیگم خشونت آمیز، چون خشونت آمیز یک معنای وسیع‌تری داره، اعمال تروریستی بزنند که خب طبیعتاً ما موافق چنین اعمالی نیستیم. بنابراین صحبتم رو من خلاصه بکنم این است که همونطور که اگر کسی نام مذهب و حکومت اسلامی رو آورد داره اعلام میکنه که یک دیکتاتور سرکوبگره، کسی هم که اصلا اسم سلطنت رو خودش گذاشت، پیشاپیش داره میگه ضد سرکوبه. اون رادیویی که ایشون میگه که مردم بیاین صحبت بکنن، حتما یه نگهبان و سرباز داره که اون میتونه قشنگ جلوی هر کسی رو بگیره. من بحثم اینه که اصلا تا وقتی که ارتش و نیروی سرکوبگر وجود داره، پس آزادی بیانی نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه اون نیروی سرکوبگر اونجاست. بحث بر سر این نیست که ما شرایطی به وجود بیاریم که هر کسی نظراتش رو بده، من که مخالف این باشیم. بحث اینه که چگونه وقتی چنین شرایطی به وجود آمد، نیروهای سرکوبگر نمیآیند به اسم دیگری این آزادی ها رو از بین ببرن. ما تجربه انقلاب 57 رو داریم و بنابراین ایشون اشاره هم به اشاره خیلی زمینی به قبل از اسلام و تاریخ باستان ایران کردن. آقای ستودی عزیز، وقت 6 دقیقه شما پایان پذیرفت، حالا در دوره بعدی میتونید به این مسئله هم اشاره کنید. خیلی ممنونم از توضیحات روشنگرانه‌ای که فرمودید. آقای شارمهد عزیز، شما موانعی رو که در جامعه ایران وجود داره که نمیذاره این آزادی بیان گسترش پیدا کنه، چه موانعی میدونید؟ موانع اقتصادیه، موانع صرفا سیاسیه، موانع اجتماعیه،
الان چه چیزایی مانع شده که جامعه شهروندان نتونن آزادانه اظهار نظر کنن در ایران کنونی؟ و ما همونطور چی میبینیم این فضا باعث شده که برخی مبارزات به صورت اصطلاح حتی مسلحانه در اومده. بفرمایید، توضیح شما رو میشنوید. عرض کنم خدمت شما در آینده نزدیک این عملیات مسلحانه بیشک افزایش پیدا خواهد کرد، برخلاف تصور بسیاری که فکر میکنن آمریکا یک منطقه سبز به وجود خواهد آورد و از طریق رفراندوم و اینجور جریانات لایت در ایران یا به قول قدیمی ها حرکت های مخملی تغییراتی در ایران به وجود خواهد آمد. به هیچ وجه چنین چیزی نخواهد شد. ما خودمون آماده میکنیم برای سخت‌ترین شرایط. سخت‌ترین شرایط کشت و کشتار بسیار، امیدوارم که ما بتونیم به اونجا نرسه، ولی حرکت اجتماعی ایران به اون سمت هست و به هیچ وجه مخملی نخواهد بود، از سنباده هم زمختر خواهد بود، برای اینکه ما در حال تغییر در جامعه ایران در حال تغییر و تحولی هستیم که دنیا رو تکون خواهد داد. اتفاقاتی که در ایران خواهد افتاد اتفاقاتی نیست که ما در لیبی و یا در سوریه خواهیم دید، بلکه بسیار شدیدتر خواهد بود. ناف منطقه هست. اگر ایران عطسه کنه تمام کشورهای همسایه تا اروپا سرما خواهند خورد و اینو بسیاری از تحلیلگران میتونن تایید بکنن و صحه بذارن روش. اون چیزی که ما در آینده وحشت داریم ازش محدود بودن آزادی بیان نیست به هیچ وجه، و این حساب کتابایی که این دو سخنران دیگر انجام دادن بسیار کهنه شده است و همراه با زمان پیش نیامده. اون چیزی که ما در آینده وحشت داریم مهندسی افکار هست که همین الان داره اتفاق میفته. میلیاردها دلار داره خرج میشه تا افکاری رو به ایرانی ها حقنه کنن. میلیاردها دلار کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکا دارن خرج میکنن برای اینکه به ما حقنه بکنن که فلان چیز خوب هست، شما اجازه ندارید علیه دشمنتون دست به اسلحه ببرید، شما حق ندارید، اگر دستم ببرید میشه تروریستی، اگر مقاومت بکنید کار خوبی انجام نمیدید و خلاف حقوق بشر دارید رفتار میکنید. نه، این حساب کتابا نیست. اون چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد و از الان باید نیروهای ایرانخواه، نیروهای آزادی پرست، دموکراسی خواه باید به اون توجه بکنن، این است که جلوی مهندسی افکار رو بگیرن. این بزرگترین دغدغه ایست که ما داریم. یکی از راه‌هایی که و مهمترین از راه‌هایی که باید جلوش گرفته بشه اینه که تمرکز نیرو در نقاط مختلف ایران، در سیاست ایران، در اقتصاد ایران به وجود بیاد. و اینجا اجازه بدین اشاره بکنم به همین مطالبی که دو سخنران گفتن، اینی که اگر سلطنت باشه کاملا درسته، واژه درستی که شما به کار بردید. سلطنت از زمانی به وجود اومد که اسلام در ایران به قدرت رسید، سلطه است، یا همون مونارکی که در اروپا باشه، حکومت یک فرد در همه جا. اون چیزی که در ایران باستان ما در دوران هخامنشی و در دوران ساسانی رایج بوده، نه سلطه یک فرد در اجتماع بوده، بلکه وظیفه اصلی پادشاه که از همون واژه پادشاه میاد، پدافند مردم در مقابل دولت بوده، نه بر فراز دولت. جایگاه پادشاه همیشه بر فراز دولت نبوده، بلکه در مقابلش بوده. در ادوار مختلف اینو تاریخ دانان میدونن، شما میتونید مطالعه بکنید در این زمینه که افکار مختلفی در این زمینه هست، که هرگاه پادشاه از این مقام خودش رو کنار کشیده و جبهه گیری کرده، مصادف با بدبختی و از بین رفتن جامعه ایرانی بوده و فلاکت ایرانی بوده. هرگاه به این خط دوباره برگشته، سربلندی، حقوق بشر و رفاه در مملکت حاکم بوده. اینها چیزایی است که در یک جلسه نمیشه گفت، ولی من فقط اشاره کردم که خیلی ممنونم آقای شاهنامه. آدرس
آدرس عوضی رو گرفتین با کسان دیگه. اگر با سلطنت الله طلبهای لس آنجلس و طرفداران رضا پهلوی صحبت می‌کنین، بله این حرف درسته، ولی با ما نمی‌تونه این صحبت. خیلی ممنون آقای شارمند عزیز، امیدوارم دوستان همچنان در حول و حوش آزادی بیان صحبت کنیم. حالا چون ایشون گفتن که نظام‌های سلطنتی هم آقای سالینیا گفتن نمیتونه تضمین کننده آزادی بیان در جامعه، همین خاطر مسئله سلطنت رو پیش کشیدم که ارتباطی داشت با مسئله آزادی بیان. اما آقای سالینیا، شما در صحبت‌های آقای شارمت خب شنیدیم که ایشون میفرمایند که میلیون ها دلار خرج میشه تا افکار عمومی رو مهندسی کنن و ارزش هایی رو به جامعه القا کنن که دروغینه. از سوی دیگه بعضی از صاحب نظران هم دقیقا مثل آقای شارمت معتقد هستن که آزادی بیان در واقع برخی از صاحبان رسانه ها و ابزار و به اصطلاح تریبوندارها افکار عمومی رو به سمت و سوی میبرن که به دلخواه خودشونه و دروغ سازی میکنن و تا حدودی نظریات آقای شارمهد هم تأیید میکنن برخی کارشناسان در مورد آزادی بیان. شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که چنین شرایطی وجود داره که از آزادی بیان سوء استفاده میکنه دولت ها و برخی از ضد ارزش ها را به عنوان ارزش به خود اضافه میده؟ من تشکر میکنم، سوال خوبیه، ولی بازم من برمیگردم پیشنهادم اینه که عزیزان به سوالایی که شما میکنین دقت بکنن، چون من هرچی سعی کردم که متوجه بشم دوست ما آقای شارمند و چجوری پاسخ دادن به این سوال مهم شما که موانع آزادی بیان چیه، چیزی دستگیرم نشد و این خیلی مهمه، چون که ما نیومدیم که مثلا گروه سیاسی خودمون رو تبلیغ کنیم، اومدیم به جواب مشخصی سر موضوع مشخص بدیم و به نظر من این دیگه پایه ترین چیزی که توی این مناظره رعایت بشه. ولی نکته مهم اینه که سوال کردید که افکار عمومی رو مهندسی میکنن، این اصلا از اون اول همینطور بوده. زور و طبقات حاکمه در دنیا از همون موقعی که طبقه حاکمه به قول دوستمون سیامک ستوده ایجاد شد، اصلا کارش مهندسی افکار عمومی بوده. نظام آموزشی ساختن، آخوند ساختن، نمیدونم آخوند زرتشتی ساختن، اینا رو گذاشتن بغل هم دیگه، مردم گذاشتن سر کار دیگه. خیلی ساده در واقع مهندسی افکار عمومی از زمانی که قدرت سیاسی متمرکز شده تو تاریخ وجود داشته، الان هم وجود داره، منتها یه فرقی داره جهان معاصر میکنه که همین اینترنت و فیسبوک و امکان آلترناتیو هایی که جامعه بتونه خودش مستقلن حرف خودش رو بزنه و این یه پدیده جدیده که به نظر من یکی از دلایل انقلاب های اخیر جهانی هست و باید ازش استفاده کرد. ما داریم از اینجا استفاده میکنیم. اگر این شرایط نبود 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، همینه بود که تو ایران مثلا میدیدین شاه ها اومدن و زندان اوین رو ساختن و بعد جمهوری اسلامی ادامهش داد و همون نظام سازمان اطلاعات و همینهایی که مردم ایران میدونن. در اینجا چیزی که جدید داره مطرح میشه در واقع موج اعتراضات مردمه که حالا با ابزارهای مدیای آلترناتیو داره پاسخ اون مدیای مینستریم رو میده که حالا از طریق ستلایت ماهواره داره پخش میشه تو دنیا و سعی میکنه مردم دنیا رو بفریبه. در واقع این جنگ توی یه بخشی عرصه‌ای رسیده به اصطلاح مدیای آلترناتیو و به نظر من بسیار ارزشمند هم هست که این چرخش اتفاق افتاده. من فقط دو سه تا نکته در مورد موانع آزادی بیان تکیه بکنم، چون که دوستمون مطرح پاسخ نداد، از زاویه خودم به عنوان کمونیست کارگری، فعال کمونیست کارگری مطرح کنم. اینه که ما فکر میکنیم که موانع جدی برای آزادی بیان وجود داشته در تاریخ. یکیش همینه که جامعه استثماری وجود داره، نظام بهره کشی سرمایه داری یکی از بزرگترین موانع آزادی بیان هسته، چون قدرت سیاسی رو متمرکز میکنه، حالا تو شکل آخوند و شاه و لیبرال و نمیدونم سلطنت طلب و مدل آسی سلطنت طلب که اتفاقا به خلاف حرف دوستم آقای شاه، من دقیقا میدونم نظام
جریانی که ایشون بهش متعلق هستن چی هستش و آدرسش هم دادم که بدونن که من نقد کردم مبانی نظری شما رو چند سال پیش و بر صورت ما آدرس عوضی نمیگیریم. و دوم این که یکی از اونا این مانع جامعه طبقاتیه و استثمار انسان هاست و این که قدرت سیاسی متمرکزه. ما آلترناتیوی که میدیم نظام شوراییه، اساسا ما مخالفیم که پارلمان تشکیل بشه، قدرت مردم از دست مردم بگیره، حتی رئیس جمهوری به وجود بیاد که بتونه قدرت مردم از دست مردم بگیره. نظام شورایی از بالا تا پایین جامعه رو کنترل کنه، همینطور که دوستمون سیامک سودوده گفت فرهنگ ارتجاعی یه شکلش فرهنگ مذهبیه و فقط یه شکلش فرهنگ اسلامیه. مذهب تو همه اشکالش ارتجاعیه، از نوع مذهب زرتشتی و ماقبل اسلامش بگیرین تا مسیحیت و تمام اشکالش. مذهب شکل ابزار فرهنگی فریب انسان و از خود بیگانگی انسان هستش. دیگه اشکال جلوگیری از آزادی ایدئولوژی ها هستن، سازمان های فکری بسته هستن که بر نمی گردن به نیازهای واقعی انسان. اون سوال خیلی مهم که ما این آزادی رو چرا می خواهیم؟ دوست ما گفتن آزادی رو می خواهیم که حکومت سلطنتی رو به شکل دیگه بذارن سر کار. ما آزادی رو می خواهیم برای اینکه کارگر بتونه به سرنوشتش حاکم بشه، زن به سرنوشتش حاکم بشه، انسان به سرنوشتش حاکم بشه و این حقوق انسانی بتونه گسترش پیدا بکنه. ما آزادی بیان رو برای حزب سیاسی خودمون، برای رهبر شدن فلان پادشاه و فلان آخون نمی خواهیم. ما می خواهیم بشریت به یه تفاهم جمعی برسه تو دنیا، مرزها برداشته بشه و 100% من معتقدم که سرنوشت آینده ایران به دست انقلاب و با یه نبرد بسیار گسترده، هم با اعتصاب عمومی هم با مبارزه توده‌ای مسلحانه، حتما اتفاق خواهد افتاد، شبیه چیزی که الان توی سوریه میبینیم. اینم منم فکر میکنم که این سناریوی آینده ایران به امید موفقیت مردم ایران. خیلی ممنون آقای سالینی از توضیحات دوشندرانتون، خیلی استفاده کردم. آقای ستوده، جمهوری اسلامی، اصالت آقای سالینی رو شنیدی دادا عده سخنی داشتی چه میفرمایی؟ در غیر این صورت این جمهوری اسلامی در مواردی که میگیم در موارد استثنایی برای اصل آزادی بیان استثناءاتی وارد شده یا محدودیت‌هایی، اشاره کردن به 5 مورد که برگرفته از آیات قرآن. اول موردش اینه که میگم باید افترا و اتهام اخلاقی زده نشه در چارچوب آزادی بیان. دوم، توهین و تمسخری صورت نپذیره. سوم، افشای امور شخصی دیگران نباشه. چهارم، مسائل امنیتی افشا نشه. و پنجم، اهانت به مقدسات نشه. از دیدگاه شما این 5 موردی که جمهوری اسلامی اینا را به عنوان خط قرمز گذاشته و باید شهروندان ایرانی رعایت کنن، تا چه حدی این محدودیت ها مقبوله و قابل پذیرشه؟ ببینید، اولا نظر ما هیچ چیز مقدسی وجود نداره. مقدس ترین چیز حق آزادی نقد تقدسات. وقتی شما یه چیز رو مقدس کردید، یعنی حق انتقاد رو سلب کردید، یعنی آزادی بیان رو از جامعه سلب کردید. این از اون بخش. بخش دیگه که مربوط به اون بحث قبلی هم میشه که گویا بعضی کارشناسان معتقدن که آزادی بیان بدون قید و شرط باعث میشه که به حیثیت افراد اهانت بشه و شخصیت اونها مورد خطر قرار بگیره. این مسئله راه حلش حداقل در همین کشورهای غربی با همه کمبوداش داده شده. در جوامع دیکتاتوری اگر بنده بلند شم و با دروغ‌های شخصیت و اعتبار شما رو عرض کنم، مثلا آقای خامنه‌ای رو بخوام زیر سوال ببرم، همونجا پاسدار منو میگیره، برمی‌داره، مثلا نمیذاره من حرف بزنم. ولی در جوامع غربی شما آزادید که در مورد دیگران صحبت کنید، حتی شخصیت اونها رو زیر سوال ببرید، حتی دروغ بگید. یعنی کسی حق نداره بیاد بدون حکم دادگاه جلوی شما رو بگیره. ولی این حق داده میشه به فرد مورد اهانت که ادعای تقصیر بکنه و در دادگاه حق خودشو بگیره.
من این اینا همه راه حل داره. آزادی بدون قید و شرط به این طریق مانع از این می شود که حیثیت افراد زیر اتهام و سوال برود که به افراد حق اعاده حیثیت و حق عرض کنم شکایت داده میشه. این یک نکته. و اما نکته دیگه این که من از صحبت آقای شارمه اینطور فهمیدم که ایشان معتقدن چون آزادی بیان امکان به دست نیروهای دشمن مردم میدهد که مهندسی افکار کنند و جامعه رو به طرفی که میخوان سوق بدن، بنابراین آزادی بیان چیز مورد مطلوب ایشان نیست. خب این داره ایشون اعلام میکنه که مخالف آزادی بیانه، اگه درست من فهمیده باشم. بنابراین اون چه که میخوام بگم این است که بسیار خوب، آزادی بیان همونطوری که نیروهای ارتجاعی و فریبگر حق دارن افکار عمومی رو به طرف اهداف خودشون ببرن، نیروهای مردمی و من و شما هم حق داریم ببریم. اگر ما معتقدیم که بر اساس حقیقت صحبت میکنیم، پس ما برنده هستیم، اون هم با امکانات زیادی که این روزه در جامعه وجود داره. اشکالی نداره، بذارید اونها کار خودشون رو بکنن. ما وقت صحبت از آزادی بیان میکنیم، حتی به نیروهای ارتجاعی هم اجازه میدیم که نظراتشون رو بیان کنن، ما ترسی نداریم. بنابراین اینها به نظر من شگردهاییست برای محدود کردن آزادی. و آخرین صحبتی که میخوام بکنم راجع به صحبتهایشون بود که گویا سلطنت در 1400 سال قبل در ایران برقرار شد و در واقع سلطنت ها و رژیم های قبل از اون ساسانی یا هخامنشی دموکراتیک بودن. من الان اینجا این اوضاع زنان در دوران ساسانی آرتور کریستیانسه مدارکی نشون داده در زمان ساسانیان عرض کنم حکم ارتداد مرگ بود. کسی که بر علیه سلطنت شورش میکرد حکمش مرگ بود. میل کشیدن به چشم یکی از قوانین جزایی بر علیه مخالفین سلطنت بود. سنگسار میکردن. بین مقررات جزایی و حقوقی ساسانی و نظام اسلامی هیچ فرقی نداشت، همه کارها رو اونا میکردن، دست و پا میبریدن، سنگسار میکردن، مرتد رو اعدام میکردن. من نمیدونم آقای شارمه بر چه اساسی چنین صحبت رو میکنن. در مورد زمان همون قوانین ضد زنی که در اسلام وجود داشت در نظام ساسانی هم وجود داشت و هیچ تفاوتی نبود. جنگ بین اسلام و ساسانی جنگ بین دو نیروی سرکوبگر و ضد آزادی بود. حالا اسم شما هرچی میخواید بذارید، حالا شما اونها رو میگید حکومت‌های سلطنتی نبودن، ما با رژیمی که وجود داشت داریم صحبت میکنیم. بنابراین هیچ بحث سلطنت و نظام‌های سرکوبگر به 2500 سال قبل در جامعه ایرانی برمیگرده که با نظام های مات ها و هخامنشیان و همساله هم شکل. خیلی ممنونم آقای ستوده عزیز، خیلی استفاده کردیم از اظهارات شما، بسیار بسیار مفید بود. آقای شارمه، شما اظهارات آقای سالمی ها رو شنیدید و همچنین آقای ستوده رو، چه آقای ستوده فرمودن که احتمالاً یه استنباطشون فکر میکنم اینطوری بود که شما به آزادی بیان محدودیتی قائل شدید. حالا شما اگه جوابی داشتید در مورد اظهارات آقای ستوده یا آقای سالمی ها میشنویم. در غیر این صورت سوال مشخص من از شما این آقای شارمن، من شما معتقدید که چون با استفاده از آزادی بیان قدرت‌های بزرگ می‌توانند افکار عمومی را به صلاح شما مهندسی کنند، پس باید آزادی بیان محدود باشه، یا آن آزادی بیانی که مد نظر و محدود شماست در جامعه باید پیاده بشه؟ و اساساً چه کسی تشخیص میده که افکاری که از طریق مطبوعات و یا تریبون‌های بین‌المللی یا حتی تریبون‌های محلی منتشر میشه ارزشه و یا ضد ارزشه؟ خیلی ممنونم میشویم توضیحات شما را آقای شما. هیچ کس در آینده ایران اجازه نداره بگه که این نظر درسته این نظر غلطه. آقای ستوده زیاد به صحبت هم از که توجه ندارن، برای خودشون دشمن رو میسازن و میخوان این دشمن رو بزنن. نه قول مده برم آقای سیامک،
هیچ محدودیتی در آینده ایران از نظر ما از همین الان، ولی همه که حرف ما رو گوش نمیدن، نباید باشه در مورد آزادی بیان، برای اینکه بیان بازتاب افکار هست و وقتی افکار یه چیز دیگه است شما نمیتونید چیزی رو محدود بکنه. اصلا امکان پذیر نیست، در جوامع دیکتاتوری هم امکان پذیر نیست. هیچ مورد سوء استفاده هم نمیتونه قرار بگیره. قوانینی نباید موجود باشه در اینکه کسی حرفی زد. اون چیزی که شما ناراحتش هستید که مثلا کسی تهمت بزنه از رسانه عمومی، اون مربوط به دادگستری و قضا میشه. همون جور که یک نفر تهمت میزنه و صدمه میزنه به حیثیت یک نفر، میتونه یک نفر دیگه بگه شما آتیش انداختین توی انبار من، سرمایه من از بین رفت، بنابراین باید خسارت شده. مسئله قضاست، مسئله دادگستریست، ربطی به آزادی بیان نداره. آزادی بیان نامحدود بدون مانع باید باشه. اون چیزی که من در صحبت گذشته بهش اشاره کردم این است که اون چیزی که ما باید در آینده نگرانش باشیم، نه آزادی بیان، نه اینکه کسی بیاد اعلامیه بنویسه، نه اینکه یه نفر بیاد سخنرانی کنه، بلکه مسائلی که بعد از اون به وجود میاد، از همه مهمتر اینه که در سایه وایس آف آمریکا، در سایه مراکز بزرگ تبلیغاتی، اونجا باید اونها رو محدود بکنید. اونجا باید امکانات برای مردم به وجود بیاره که مردم بتونن صحبت بکنن. عملیش، به صورت عملیش، اون رادیوهاست. شما نمیدونم چجوری متوجه میشید مسائلی که وقتی این مطلب رو میفهمید بعد به من میگین که شما میخواین محدود کنید. نه خیر، هیچ محدودیتی لزومی نداره، برای اینکه از همه مهمتر بخاطر اینکه ما میخواییم مطالب مهممون رو به مردم برسونیم. اگر هم به جامعه توجه نشه، ما دغدغه خاطر خودمون رو داریم. قربونت برم، ما حرف داریم برای گفتن به مردم، ما ایده های مشخصی داریم، نظرات مشخصی داریم برای ساختن آینده ایران و میدونیم چه جوری باید ساخته بشه. این مطالب مطالبی نیست که الان ملیحه ذهن مردم شده باشه، بنابراین از همه مهمتر به خاطر خودمون هم شدیم، ما آزادی بیان نیاز داریم. حساب کتاب ما رو جدا بکنید با سلطنت طلبو، به اون مطلب که ساسانی ها نمیدونم زنها رو فلا میکردن، قربونت برم، از این تحلیل ها بسیار در ایران موجوده. تینک تانک های سپاه پاسداران هم بودجه های هنگفتی برای به لجن کشیدن دوران ساسانی و هخامنشی دارن خرج میکنن. شما توی این دام نیفتید. تلویزیون پرس تیوی یکی از مراکزی هست که دائما با روشنفکران و محققین اروپایی تماس میگیره برای لجن پراکنی، برای لجن کشیدن سابقه ایرانی زمان ساسانی. این کوتاه اینو داشته باشید. یک مطلب هم درباره آقای صالح‌نیا و جنگ ظفربونشون علیه فولادوان بگم، قربونت برم. اون رادیو و تلویزیون حزب کمونیست کارگری نبود، اون تلویزیون رنگارنگ بود و در تلویزیون رنگارنگ هم شما قربونت برم نیامده بودید برای انتقاد، برای حمله اومده بودید. یکی از برنامه‌هاش من در روی خط شما بودم که اون برنامه رو هم اتفاقا ضبط کردم، اگر مایل هستین میتونم بهتون بگم. هیچ انتقادی در اونجا نبود. اگر هم انتقادی چیزی بود، اگر واقعا شما آیین ریشه‌ای رو خونده بودید، الان نمیگفتید که ما به حکومت شورایی اعتقاد داریم و شما ندارید. شما در همون اوان ورقه‌های اول، صفحات اول آیین ریشه‌ای متوجه خواهید شد که اساس حکومت آینده ایران بر اساس رایزنی، شورایی یا به قول ما انجمنی، به قول شما شورایی برقرار شده. پادشاه در کنار، در مقابل دولت، در پداخند مردم هست، دقیقا به خاطر همین مسئله. ما به یک نهاد غیر انتخابی در آینده نیاز داریم که بدون وحشت از اینکه درباره او چه گفته خواهد شد، وحشت از اینکه 4 سال بعدش انتخاب بشه، دست به فعالیت‌های پوپولیستی نزنه، اونقدر قدرت داشته باشه که در مجلس حاضر بشه و در مقابل نمایندگان، در مقابل نخست وزیر، در مقابل نخست رایزن، در مقابل جمهور، در مقابل شهردار قد علم کنه و حق مردم رو بگیره. حقی که در سیستم‌های دموکراسی انتخابی 4 سال به 4 سال و 5 سال به 5 سال هیچگاه به دست نخواهد آمد، برای اینکه از فردای اون روزی که رئیس جمهور انتخاب میشه به فکر انتخابات 4 سال به آیندهش هست. آقای چهارمهد، سیستم های هست در حالی خارج شدیم. آقای چهارمهد دوباره من میخوام بیارم بحث شما رو. اینا مشکلاتی هست. ببینید
بله برمیگردم. پرسش شما این بود که چه چیزایی رو تهدید میکنه که در آینده جلوی آزادی بیان گرفته بشه یا گرفته نشه. سیستم حکومتی تعیین کننده است که چه جوری انجام بشه. اگر شما تمام مطالبتون به این خلاصه شده باشه که هر 4 سال به 4 سال رئیس جمهور انتخاب بکنید، این یک سیستمی خواهد شد که این 4 سال به 4 سال دقیقاً فعالیتاشون رو تنظیم میکنن که این 4 سال به 4 سال شما نه به بیانتون برسید. و اگر هم صحبت میکنید، اگر هم در رادیو تلویزیون شرکت میکنید، نظرات شما هیچ تأثیری در آینده در اقتصاد کشور در حق و حقوقتون نداشته باشه. یک مطلب کوتاه دیگه هم آقای سالحنیا قربونت برم. دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. شما دارین میگین که انجمن پادشاهی آقای فرود فولادوند اومد به شما فحش داد. بزن یه داستان رو براتون تعریف کنم. سال 2009 من با آقای اصغر کریمی از کانال جدید که متعلق به حزب کمونیست کارگری تماس گرفتم، گفتم آقا ما رادیومون بسته شده، ما از شما وقت میخوایم برای تلویزیون. ایشون موافقت کردن، ما پول رو پرداخت کردیم، پول هم روی حساب ایشون در کانادا رفت. 3 روز بعدش بچه های ما در ایران اعدام شدن. میدونید پاسخ آقای اصغر کریمی چی بود؟ گفت راستش ما میترسیم به شما برنامه بدیم. گفتیم چرا خود میترسید؟ گفت برای اینکه بچه های شما به عنوان تروریست اعدام شدن. گفتم خب دروغ دارم میگم، تروریست یعنی چی؟ اینا مبارزن، اینا رفتن جنگیدن. گفت ولی ما میترسیم که اینا تلویزیون ما ببندن. میگم آقا جون ما که میگم توی برنامه شما مسئولیت اون برنامه به عهده ماست، همون جوری که الان مسئولیت صحبت های من با آقای عزیزیان نیست. ایشون قبول نکردن. آقای سالحنیا من از شما میپرسم، آیا حاضرید همین دیسکوسیون، همین بحث رو از طریق کانال جدید پخش بکنید؟ خیلی ممنونم آقای جان. آقای سالحنیا به نظر میرسه کار به جاهای باریکی میرسه و گویا شما این مسائلی که اشاره میکنن، شما در گذشته نقد و انتقاد هایی داشتید انجمن پادشاهی. من خواهش میکنم در حوزه اصل آزادی بیان حالا این مسائل رو مطرح کنیم که دوستان بتونن از این پنل استفاده کنن. من میخوام آخرین سوال رو بپرسم که از شما و بعد برگردیم و با صحبت آقای شاهنف برنامه رو به پایان خواهیم برد. ما چی کار میتونیم بکنیم که همونطوری که الان در امریکا آقای جمشید شارمند آزادانی نشستن با شما گفتگو میکنن، آقای سیامک ستوده هستن، در ایران آینده خودمون از همون رادیو تلویزیون هایی که آقای شارمند میگه در اختیار مردم خواهد بود یا رادیو تلویزیون میگه، بتونیم در این فضا همه بتونن استفاده کنن، صحبت کنن، بدونیم که سابقه یا سابقه هایی باشه احسار کنن به خاطر احسار نظر، چه پای ریزیو هایی باید از درمان بشه؟ من خیلی ممنونم. فقط از همین صحبت های دوستمون آقای شارمند مشخص شد که ما آدرس رو عوضی نگرفته بودیم. یعنی من به شخصه دقیقا میدونم ایشون چقدر سیاسیه و سابقه که گفتم ایشون مثل این که متوجه شد که نه ما آدرس رو عوضی نگرفتیم، یه خطیه از پهلوی سرخورده شده میخواد یه جور دیگه پادشاهی بسازه. و برصورت نکته مهم اینه که من فقط روی یه نکته تکیه کنم که باز مربوط به مسئله شیوه های اعمال آزادی بیانه که ما باید تو چندین جلسه روش کار کنیم. شیوه های اعمال آزادی بیان یکیش هم اینه که بحث ایشون و بحث منه که خب ابزار شورایی حکومت شورایی باید باشه. ایشون گفتن ما میگیم شورای حکومت شورایی، ولی حکومت شورایی ایشون رایزنی میکنه که من تو نقد به اساسنامه انجمن ایشون چند سال پیش مورد به مورد نقدش کردم، یکیش هم این بود، رایزنی میکنه مثلا چیزایی که فردوسی نوشته و اینا، معلوم میان 5 میلیون نفر رای میزنن روی تصمیم نهایی رو اعلیحضرت ایشون میگیره دیگه. در نتیجه مسئله خیلی جالبه. اتفاقا اون شورایی که شما دارین و رایزنی میکنه تو قانون اساسی شما یا تو اسناد شما، اون در واقع نقض واضح آزادی مردمه و حق سرنوشتشونه. آزادی بیانم که برای بیان نیست، فقط که برای اینه که آدم بتونه سرنوشتش رو تعیین کنه. شما معتقد هستین که آزادی بیان رو میخواین که بتونه برنامه سیاسی خودتون رو پیش ببرین و مرتب هم تکیه میکنین.
ما میخوایم مردم سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. آزادی بیان ابزار به دست گرفتن واقعی سرنوشت مردم دست مردم، نه اینکه بعد مردم حکومت رو بدن مثل کاوه آهنگر بدن به دست فریدون که خونه ویژه داشت. درجه دعوای دعوای واقعیه و اتفاقا باید روش تکیه کرد. حالا سوالی که شما فرمودین، من قبلش یک کوتاه بگم چون ایشون سوال مشخص کردن. اولا اینکه شما به اصغر کریمی چی گفتین و ایشون به شما چی جواب داده، جاش با خود اصغر کریمی، من که نبودم اونجا، شما میگین تو تلفن باشه حرف زدین، من کجا بودم؟ شما اون راستگی گفته میترسه اصغر کریمی، میترسه از اینکه شما حرف بزنین دیگه. کلمه ترسم شما دو دفعه تکرار کردین. پس بذارین اون بحث رو با اون بکنیم، بیارین تو چیز اینکه این برنامه تو تلویزیون کانال جدید پخش بشه مربوط به مدیریت کانال جدید، من که نمیدونم از سمت اونا تصمیم بگیرم. اینجا ما اومدیم راجع به آزادی بیان حرف بزنیم، خیلی ساده، ولی ما اومدیم رو مواضع سیاسی هم دیگه نظر بدیم دیگه، از اینجا بحث سیاسی بکنه، نه اینکه پشت تلفن کی به شما چی گفته یا اون به شما بهش چی گفته. ولی روی این نکته که آزادی بیانو ما از الان چجوری میتونیم پیادهش کنیم، آیا قبل از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه توسط انقلاب مردم، آیا میشه آزادی بیان و فرهنگش رو گسترده کرد؟ خب یکی از راهاش همینه که ما بیایم مدیا درست کنیم، مدیا آلترناتیو درست کنیم و روی افق‌های خودمون نیروهای سیاسی بیان نظراتشون رو بدن، بگن مردم ما اینجوری میخوایم پیاده کنیم، ما هدفمون از آزادی بیان اینه، ما این حدود رو برای آزادی بیان قائلیم یا قائل نیستیم و به این دلایل، و در نتیجه کمک کنه مردم که بتونن یه انتخاب درست بکنن. یکی از علتهایی که جامعه ما الان داره این پا اون پا میکنه اینه که هنوز انتخاب قطعیشو در مورد آلترناتیو ایران نکرده. یعنی نه فقط اینه که جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، طرف دومش اینه که مردم میگن خب حالا من رفتم و اون نقطه حرکتی که حتما اتفاق خواهد افتاد، یعنی یه جنگ وسیع شهر به شهر و محله به محله با جمهوری اسلامی شروع خواهد شد که من فکر میکنم این احتمال اصلی هستش که تو آینده ایران هست. بعد مردم از خودشون میپرسن ما آخونده رو کشیدیم پایین، آیا اوین هم میبندیم؟ آیا زندان سیاسی هم تعطیل میکنیم؟ آیا حکم اعدام هم حذف میکنیم؟ دوست ما باید بیاد این بحثا رو بکنه دیگه، بگه آقا جان ما نقد میکنیم اساسا تاریخ ایران رو. من به عنوان کمونیست کارگری من تمامی تاریخ ایران رو نقد میکنم، من نظام پادشاهی و ناسیونالیسم و آریایی پرستی و عرب ستیزی و نمیدونم نژاد پرستی که توی تا بیخ دماغ جریان سیاسی راست هست، اینو مخل آزادی بیان میدونم، آزادی انسان ها میدونم. شما مستقیما میان تو برنامهاتون تبلیغاتتون میگین آقا عرب بده این یکی خوبه، اسلام بده چون عربه آورده تو ایران. اینا بحثایی که تصویر شده است، تئوریای شماست و اینا باید تغییر کنه. این فرهنگ رو باید رشد داد، کار فرهنگی رو باید کرد، کار سیاسی رو باید کرد و اینا باید پیش زمینه جنبشی بشه که این جنبش با چش باز با برنامه بتونه بره تو سیاست، بره تو خیابون، بره اون نیروی مسلح جمهوری اسلامی رو خل سلاح کنه، دستگیرشون کنه، بکشونشون محاکمه بین‌المللیشون کنه. و همینطور که دوستان گفتن، من موافقم که فضای ایران که تغییر کنه آینده دنیا تغییر خواهد کرد و این فوق‌العاده مهمه. من با این نکته ایشون کاملا موافقم که ایران آبستن بزرگترین انقلابیه هستش که توی 1000 سال آینده به نظر من تو 500 سال آینده در واقع سرنوشت بشریت رو به طور قطعی تعیین میکنن و دیگه نه شاه و نه شاهچه و نه نمیدونم خون ایزدی و نه نژاد آریایی و نه محمد و هیچ کدوم اینا از این سونامی فرهنگی سیاسی جهانی جون سالم به در نمیبرن و انسانیت واحد، انسانیتی که دنبال هویت خودشه، حتما مستقر خواهد شد وقتی که ما تلاشمون رو بکنیم هر کی هر جا که هست. خیلی ممنون. تشکر میکنم
آقای سالینیا. من یه توضیح رو ضروری میدونم جناب آقای سالینیا. آقای جمشید چهارمهد گفتن به شخصی حتی هزینه شده دادن که یه برنامه رو روی ایر ببره و به خاطر اینکه نوار سر بعدش هم برقی از مبارزین مرتبط با انجمن پادشاهی اعلام شدن. ایشون میخواستن فکر میکنم حالا وقتی به نوبت خودشون شد توضیح خواهند داد، فکر میکنم میخواست بگه که در بین تریبوندارها و رسانه‌دارها هم اصل آزادی بیان رو رعایت نمیکنن. نمیدونم حالا بعد چه نوبت بعدش میشد. چون طرف مقابل حضور نداره، من پیشنهاد میکنم که اگه ایشون دوست داشتن من از دوستانم هم بخوام بیان حضور داشته باشن، رو در رو بحث کنن. اگر من که خیلی خوشحال میشم. آزادی بیان هر چقدر به کمونیست داده بشه انسانیت پیشرفت میکنه. بسیار عالی، خیلی ممنونم. امیدوارم اگر اون شخصی هم که اسمش رو بردیم اگه توضیحاتی داشت میاد از این تریبون استفاده کنم و تبریکه. آقای ستوده، شما اظهارات آقای سالینیا رو شنیدید. در مورد این که شیوه های اعمال آزادی بیان چیست و چگونه میتوانیم از حالا زمین سازی کنیم، بستر جامعه را آماده کنیم برای این که اصل آزادی بیان پیاده بشه، آقای سالینیا گفتن همین حتی کنفرانس های ویدیویی و برنامه های تلویزیونی که میذاریم یکی از روش ها میتونه باشه در جهت بست اصل آزادی اندیشه و بیان. نظر شما رو میشنوید. شما روش های دیگه هم میدونید سراغ دارید که با اون روش ها میتونیم این به این مسئله به این مهم بپردازیم؟ بله، من البته آقای سالینیا توضیح رو دادم، من نمیخوام تکرار بکنم، چون به هر حال هرچی جامعه آگاه‌تر بشه از آزادی بیان و ابزارهای اعمال و حفظش طبیعتا میتونه از اونها دفاع بکنه و اونها رو بعدن وقتی که صاحب قدرت شد اعمال بکنه. این کاملا درسته. من از وقتم استفاده میکنم به دو سه نکته دیگه در صحبتهای قبلی اشاره بکنم. این که ایشون این مسائلی که من راجع به نظام ساسانی گفتم، گفتن این نوشته های پاسدارا و غیره است که خب من تعجب میکنم، چون بارتلمه و کریست اینا مورخین محققین شناخته شده جهانی هستن. من فکر نکنم پاسدارا به اینا پول داده باشن که این رو بگن. آقای پیرنیا، هزار و یک مدرک وجود داره. اینا قوانین این حکومت هاست. یعنی شما مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی که باز میکنید میگه یک حکم ارتداد مرگ است، این قوانینه، اینها رو نوشته شده، اینها رو وقتی باز میکردید این احکام اونجا نوشته شده. این یکی. دوم اینکه آقای سالینیا یک مسئله راجع به رایزنی گفتن که خب آقای شارمهر من منتظرم پاسخ بدن. اگر همونطور که آقای سالینیا گفتن شوراها نقششون رایزنیه، خب جمهوری اسلامی و اسلامی ها معتقد به شوراها هستن دیگه، شوراها شورای مشورتی. محمد هم وقتی که فوت کرد میدونید که یه عده از سران قوم جمع شدن و مشورت کردن و ابوبکر رو انتخاب کرد. این رو من منتظر میشم ببینم ایشون آیا تایید میکنن یا نه. آیا شورای شما فقط جایی هستن که مردم میتوانن نظرشون رو بدن یا مثل ما جایی هست که تصمیم میگیرن؟ اگر تصمیم میگیرن پس دیگه شاه چه کار هست؟ شاه که از چون میگید قبول نداری. نکته یه سوم این است که بسیار خوب، شورای شما آمدن رایزنی کردن، تصمیم گرفتن و تصمیم رو اجرا کنن. اون ارتش مسلحی شما داری تکلیفش چی میشه؟ اگه اون ارتش جنرالش دستور داد به گردان و گروهان حرکت کنید، پدر اینا رو در بیارید، کی میخواد جلو اینا رو بگیره؟ برای این سوال اینجاست، این شوراهای تصمیم گیرنده یا رایزن مسلحن؟ اگه مسلحن من با شما موفق هستم که جلو اون ارتش رو بگیرم. آیا اون ارتش شما شوراییه؟ یعنی اونجا در مورد حرکت ارتش برای سرکوب شورای رایزنی سربازا تصمیم میگیرن یا یک جنرال قدر قدرت؟ اینا رو باید پاسخ بدی. بحث آزادی بیان فقط به این محدود نیست که هر کسی حق داشته باشه نظرش رو بگه. اینه که بعدش چی میشه؟ وقتی نظرش رو گفت دستگیر میشه، اون نیروی دستگیر کننده کیه؟ مردم هم
یا یک دیکتاتور. اصلا من این سوالو دارم، شما اگر به جامعه دموکراتیک عقیده دارید و معتقدید همه جامعه، همه بخش جامعه دموکراتیک بشه، یعنی از پایین تصمیم گیری بشه، آیا این رو به ارتش و نیروهای مسلم تسری میدید یا نه؟ اگه نمیدید چرا این قسمت رو دموکراتیک نمی کنید؟ اینا رو برای ما روشن کنید که ما اون وقت تکلیفمون رو بدونیم، یعنی بدونیم با شما موافقیم یا نه. حالا اسمشو میخواید بذارید سلطنت یا هر چی بذارید، ما بحثی با اون نداریم. اون اسم نظام سیاسی شما بر اساس این سوالاتی که مطرح کردم چیه؟ خیلی ممنونم آقای ستود. آقای جمشید شارمهد گرامی، سوالاتی که آقای ستودی از شما پرسیدن خب شنیدید، در این مورد تو خب علی توضیح داشتید میفرمایید، اما در حال در مورد شوراها اینا مطرح کردن که توضیحاتتون میشنیم، اما همین سوالی که من از آقای ستوده و از آقای صالحی پرسیدم از شما میپرسم که شیوه‌های اعمال آزادی بیان شما به عنوان یک فعال سیاسی چگونه می‌بینید؟ در ایران آینده باید منتظر بمونیم رژیم سقوط کنه بعد رژیم به مردم که اینطوری باید آزادی بیان باشه، یا از حالا روش‌هایی وجود داره که بتونیم شهروندان رو با اصل آزادی مطلق بیان آشنا کنیم؟ می‌شنویم توضیحات شما رو و همچنین در مورد آزادی فساد بیان هم اگه توضیحاتی داشتید که آقای ستودی فرمودن برخی وقتا آزادی وجود داره، آزادی بیان فساد بیانش وجود نداره، چه اظهارات شما رو در این مورد هم می‌شنویم. اجازه بدین از همین آخر خیلی کوتاه پاسخ آقای سیامک ستوده و همچنین اشاره که آقای سالمیا کردن، نه شوراها یا انجمنها مشاورات الامر هم نیست، ما امر میکنیم شما دربارش مشورت بکنیم، بلکه لازم الاجراست در حیطه مسئولیت خودشون، شورای شهر، شورای ده و همینجور استان و همینطور میره بالا تا آخرین نهاد که نهاد انجمن رایزنان است. رایزنان به دلیل اینکه اسم عربی اون شورا برده نشه، همون مجلس، مجلس که دیگه ساده ترینشه، مجلسی که تصمیم میگیره، مجلسی که نخست وزیر رو انتخاب میکنه، مجلسی که کابینه رو انتخاب میکنه، مجلسی که کار اجرایی کشور در دست اوز، تعداد وزارتخانه هایی که باید در دست در زیر کنترل مستقیم مجلس باشن در همین آیین ریشه‌ای نوشته. سندی است که بعد نیست شما بخونید تا متوجه بشید ما از کدوم جناح میایم، چه حرفایی داریم، آیا ما سلطنت طلب هستیم، دنبال سلطه میگردیم یا نه چیز بالاتری رو میخوایم. خیلی ساده اونا نوشته شده. شما الان مطالبی رو اشاره کردید که نظر ما نیست، بهتره شما نظر ما رو بدونید بعد حمله بکنید و وگرنه فایده نداره، برای خود شما بد میشه که بی اطلاع هستید از نظر ما. من زحمتش کشیدم، میدونم الان حزب کمونیست کارگری چه چیزایی رو میگه، سخنرانی های شما رو هم قبلا مطالعه کردم. اون چیزی که مربوط به جلوگیری از مسئله ارتش، خیر، ارتش در هنگام صلح برای شورایی است، برای اجرای مسائل داخلیش، ولی هنگام جنگ خیر، مجزیر دستور مجلس است، مجلس تعیین میکنه که کی فرمانده باشه و همون جنرالی که شما ازش میترسید رو مجلس انتخاب میکنه، کسی دیگری نمیتونه اونجا حضور داشته باشه. و ارتش هم برای جنگ درست شده، ارتش برای آدم کشتن درست شده، ارتش برای پدافند کشور درست شده. به خاطر همین هم نظیر فرمان شاه هست، نظیر فرمان نخست وزیر هست، بلکه مستقیما زیر فرمان مجلس هست. او اجازه میده اعلام جنگ و یا صلح به دست مجلس هست، یا به قول شما، شما میگیم مجلس، ما میگیم انجمن رایزنان که مسائل کشوری رو رایزنی میکنه. اینا ریزش در آیین ریشه‌ای یا پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی از طرف انجمن پادشاهی دقیقاً نوشته شده، این چیزیست که ما داریم براش مبارزه میکنیم. مطلب دومی که اشاره کردید آقای صالحی، منظور من این مسئله اینیست که من دروغ گفته باشم، اگر میخواین با آقای اصغر کریمی تماس بگیرین، صحبت من دقیقاً برای این بود که دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. شما اشاره کردید که فقط نظرگویی کافی نیست، بلکه آدم باید رفتار و کارش هم به همچنین باشه. اعتقاد من برای این است که بخشی بزرگی از سازمان ها و گروه هایی که خودشون رو اپوزیسیون میدانن
افکاری مشابه جمهوری اسلامی دارن، دوست دارن در محیط آزمایشگاهی فعالیت مبارزاتی بکنن و یکی از دلایل بایکوت کردن اخبار در باره تندر هم دقیقا در همینه. فقط وایس آف امریکا نیست که اخبار در مورد تندر رو بایکوت کرد، فقط جمهوری اسلامی نیست، بلکه سایر سازمان هایی که ادعای رهبری، ادعای سابقه مبارزاتی دارن، از جمله حزب کمونیست کارگری، خیلی پوزش میخوام که این مطلب رو باید بگم ولی واقعیت هست، در این بایکوت خبری شرکت کردن. زمانی که بچه های ما در دادگاه جمهوری اسلامی به نام محمد رضا علیزمانی و آرش رحمانی پور در اون سناریوی دادگاه 100 نفر محاکمه می شدن، تنها کسانی که به ما رجوع نکردن و اسم من برده شد، اسم همکاران من، اسم رادیو تندر اسم برده شد، جمشید جارمند در دادگاه ایران اسم برده شد که اینا توطئه کردن و میخواستن نمیدونم فلان بکنن و بلان بکنن، وایس آف امریکا میره یک نفر دیگر میاره که نه سر پیازه نه تای پیازه، یه اسمی در لندن گذاشتن، انجمن پادشاهی میاد با ما مصاحبه میکنه. این شما چه اسمیه؟ اسمش چی میذاریم؟ و ما شروع کردیم از هر رسانه ایرانی از جمله رسانه کانال جدید درخواست کردن که آقا ما میخوایم روی خط شما بریم، یه 10 دقیقه ما وقت بدین، ما میخوایم حرف بزنیم، میخوایم بگیم اینا دروغ دارن میگن، اینا بچهای ما دارن کشته میشن، میخوایم جواب اینا رو بدیم. تنها کسی که بنده خدا اون زمان موافقت کرد چیز بود، از همین کانال چنل وان شهرام همایون که مثل نتیجهش هم این بود که اسمش بره توی لیست اینترپول و دنبالش بگردن. صبح یکی از بنیادهایی که یکی از فاکتورهای اساسی که ایرانی ها گرفتارش هستن و این انقریب داره شکسته میشه، با زور داره شکسته میشه، اینه که خود ایرانی ها، خود سازمان ها، خود سرآمدان ایران به چنین چیزهایی اعتقاد دارن، به آزادی بیان اعتقاد دارن. میدونی برای چی؟ برای اینکه اکثرشون همون تنها انقلابی که شما آی سالمی ها اس بردید از انقلاباتی که داره الان اتفاق میافته، سوریه و لیبیا اینا انقلاب نیستن، اینا تنها انقلابی که اتفاق افتاد در چند سال گذشته همون انقلاب ایران بود، انقلاب 57 که معیارها رو تغییر داد، معیارهای عقب مونده بچه سیدهای ایران شدن باب، چیزهای مدرن باب نشدن، آزادی بیان باب نشد، چپهای ایران به دنبال آزادی بیان نبودن، به دنبال دیکتاتوری پرولتاریا بودن، مسلمون ها به دنبال حتی اون چیزی که ادعا می کردن نمیدونم حلبن مبارز امام حسینی هم نبودن، آقای شارمند به دنبال اصلی داریم اختنابی بودن که نتیجه شو کشید. آقای شارمند همیشه هر وقت اومدیم به سراغ شما بخش اعظمی از وقت رو به مسائلی گذاشتید که به آزادی بیان حتی غیر مستقیم هم چه بشه مربوط نبود. حالا خیلی ممنون از وقتتون استفاده کردیم. آقای سالینی خود شما اصالات آقای شارمهد رو چنیدید و ایشون به دیکتاتوری رسانه‌ای در میان خود اپوزیسیون اشاره میکنه، در این مورد چیش دقیقی آخر برنامه است که در اختیار شماست که برنامه رو ببندیم و پایان بخش برنامه در صحبتهای شما خواهد بود؟ خیلی ممنونم تیمون در اختیار شما. بله من یه نکته رو اینجا فکر میکنم از جهت پایه‌ای مهمه. من دوست دارم که اگه رفقامون دوست دارن بعدن ما بریم بیشینیم دونه دونه سنگامون رو با هم واقع کنیم. مثلا آقای فولادوند چجوری برخورد میکرد تو برخورد به مخالفاش، فرض کنیم چند میلیون بار صدای مخالفاش رو قطع کرد برنامه تلویزیونیش و غیره و غیره، اینا رو میشه بعدن صحبت کنیم. من اساسا قبول دارم که اپوزیسیون ایران اونی که میخواد مقابل جمهوری اسلامی بایسته کاملا تکلیفشو با آزادی مطلق بیان روشن نکرده، کلن اپوزیسیون رو میگم ما، یعنی ما این فرهنگ رو باید تو خودمون تمرین کنیم. اساسا اینو میگم، یعنی اینی که میگم یعنی من کمونیست کارگری، من خود من توجه میکنی این یه راهه. رفیقمون آقای سیامک ستوده هم همینطوره، من با ایشون هم سر زدن یا نزدن موارد توی نشریهشون اختلاف داشتم.
ما هنوز این مسئله آزادی بیان و عرصه هاشو و پرتیکشو باید تمرین کنیم. اینطور نیستش که مثلا من اومده باشم به عنوان یه فرشته که از کره دیگه اومده آزادی مطلق بیان رو بلد اجرا کنه، بلد عمل کنه، بعد وقت همه اون طرف مقابل هم هیچی هم نمیدونن. اصلا من این فضا رو توضیح بدم که من قبول ندارم. همه ما باید شاگرد این باشیم که آزادی مطلق بیان رو بتونیم بفهمیم و پیادهش کنیم. یه مسیر برای همه ما. این یه بحث کلی. دوم این که یه نکته دیگه ای توی این ماجرا هست که قاطی میشه با اصل آزادی مطلق بیان. اگر آزادی مطلق بیان وجود دار باید باشه که ما داریم مطرحش میکنیم، آیا به معنی اینم هست که من که فرض بکنه یه نشریه دارم مثل آقای سیامک سلوله، یا من که یه تلویزیون دارم باید همه بیان تو نشریه من حرف بزنن تا من آدمی باشم که آزادی مطلق بیان عمل بکنم بهش؟ خب اینم یه سوال دیگه است. آیا من تو عرصه نشریه خودم وقتی یه خطی رو تعیین میکنم که تبلیغ کنم، آیا این میکروفون رو برمیدارم بدم به یه آدم نجات پرست؟ آدم نجات پرست دیگه، این جریان شما یه جریان نجات پرسته، یه جریان نجات پرسته، یه نجات آریایی گذاشته وسط دنبال نجات آریایی، درسته؟ من 100% معتقدم که شما تو نظام آینده حتما باید امکان تبلیغات داشته باشید. مدیای جامعه رو بذاریم آزادانه دست شما، منم بیام نقدتون کنم، جوابتون رو بدم. ولی لزومن آیا حزب من یه برنامه یه تلویزیون داره 3 ساعت داره باید حتما بیاد به نجات پرستا، به مسلمونا، آخوندا، به گاه پرستا، به نمیدونم شیطون پرستا، به همه وقت بده که حرف بزنن که ثابت کنه آزادی بیان مطلق بیان داره؟ این یه بحث جداست. ما وقتی میگیم آزادی مطلق بیان اینه که آن تو جامعه پیاده بشه، ولی هر حزب حق داره. مثل اینکه آقای فولادبند میرفتم من تو برنامه شده آقای فولادبند بند فلان اساسنامه شما ایراد داره. نه آقای فولادبند فوش نده، اصلا فوش دادن، فوش خواهر مادر دادن چه پایه ای رو حل میکنه تو فرهنگ سیاسی؟ میخواستم اینو بگم، قطعم میکرد، میلیون ها بار آدم ها رو قطع کرد. خب یه کسی میتونه بیاد بگه آقا من بالاخره یه فضای زمانی دارم، یه پولی دارم خرج میکنم، یه پروژه سیاسی هم میخوام، من تو تلویزیونم، تو سطح کانالی که دارم فقط راجع به نجات آریایی حرف بزنم. خب حق داره دیگه. حالا اگه من یکی بیاد بگه آقا چرا نمیذاری حرف بزنه، این نقض آزادی بیان نیست. آقای سیامک ستوده من یه مقاله براش میفرستم، آقای سیامک ستوده میگه آقا من مسئول این نشریه خودم دوست ندارم، میخوام این نشریه مال من، میخوام همش حرفای خودم بنویسم. خب اگه این کار بکنه ناقض آزادی مطلق بیانه؟ نه. در اینجا من میخوام این دوتا رو از هم جدا کنم. تمام تئوری شما میریزه رو زمین به خاطر اینکه آقای اصغر کریمی فرضاً گفته آقا ما به نجات پرستا وقت نمیدیم. حق داره. همون آقای اصغر کریمی هم جزو جنبشیه و جزو حزبیه که از 20 خورده ای سال پیش قبل از اینکه انجمن شما تصمیم بگیره از پهلوی جدا بشه و بره دنبال پادشاه دیگه، ما اون موقع گفتیم آزادی مطلق بیان، آزادی بدون قید و شرط، گفتیم اعدام نباشه، دنبال حرفای اصولی بودیم که الان خیلی از اپوزیسیون به خاطر اینکه عقب نیافتن دارن تکرارش میکنن. ولی در این حال آیا تلویزیون کانال جدید که الان داره به زور حقوق و جیب من و تو و نمیدونم خونه گرو گذاشتن داره 3 ساعت برنامه میذاره، حتما باید بذاریم نجات پرستان توش حرف بزنن؟ نه، این اصلا تناقض نداره با هم دیگه، دوتا بحث جداست. پس نه، هر نشریه هر حزبی حق داره حرف خودشو بزنه، حق داره حرف خودشو بزنه و تو تلویزیون خودش نجات پرستان نذاره بیان. منم اگه مسئول تلویزیون کانال جدید بودم نمیذاشتم نجات پرستان حرف بزنه. میگین کشته دادین، کشته بدین، پاسدارا بیشتر از شما کشته میدن. من نمیذارم پاسدار بیاد تلویزیون کانال جدید و ابزار تبلیغ اسلام بکنه، نمیذارم، قطعش میکنم. اینم نقض آزادی بیان نیست آقای صادقی. خیلی ممنون، تشکر میکنم.